تسلط بر جسم و روان دو به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در جلسه قبلی در مورد تسلط بر جسم و فیزیولوژی بدنی صحبت کردیم گفته شد که چگونه میتوان با تسلط بر جسم و با تغییراتی که در حالات بدنی و قرار دادن بدن در یک موقعیت مناسب و همچنین با استفاده از تکنیک های بسیار ساده سرعت یادگیریمون رو میتونیم بالا ببریم در این درس در خصوص بهبود احساس روانی و تسلط بر روان صحبت خواهیم کرد و تسلط بر احساسات اینکه چگونه روحیات و احساسات خودمون رو کنترل کنیم و با قرار گرفتن در یک حالت عالی روانی کیفیت فراگیریمون رو بالا ببریم در این درس تکنیک هایی گفته خواهد شد که با استفاده از این تکنیک های ساده خواهید توانست بر روان خود مسلط شوید و از این مدیریت و تسلط در جهت فراگیری زبان استفاده کنید و به طور کلی کیفیت فراگیریتون رو بالا ببرید اجازه بدید در مورد تمرکز ذهنی و فکری صحبت بکنیم. در مورد مطالب و نکاتی که باید به اونها تمرکز داشته باشیم و نکات و مطالبی که نباید به اونها فکر کنیم و باید اونها رو نادیده بگیریم. ابتدا در مورد نکاتی صحبت کنیم که شما نباید به آنها تمرکز داشته باشید و باید نسبت به آنها تقریبا بی تفاوت باشید. بیایید باز هم یک مرور گذرا داشته باشیم به دوران مدرسه یا کلاس زبانی که تا به حال تجربه کردید. به یاد بیارید که تمرکز و نگرانی شما در دوران مدرسه و مخصوصا در مورد درس زبان و یا در کلاس های زبان خارج از مدرسه چه موضوعی بود؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن زبان آموزان و دانش آموزان رو درگیر خودش میکنه آزمون، امتحان و تست. همیشه تمرکز فکری شما بر این بوده که چه نمره‌ای در آزمون و امتحان خواهید گرفت همواره قبولی و کسب نمره در امتحان تمرکز و نگرانی شما بوده و یا اگر تمام نگرانی شما از این موضوع نبوده بخشی از نگرانی های شما رو در بر داشته و اتفاق ناگواری که رخ داده اینه که به جای تمرکز بر مطالب مهمی که باید فرام گرفته اید بر امتحان و نمره تمرکز کردید یا قبولی در یک درس کسب نمره قابل قبول در امتحان یا اینکه من در فلان درس باید فلان نمره رو بگیرم و یا اینکه دیگران در مورد شما چه قضاوتی خواهند کرد دوستان شما خانواده شما یا معلم و استاد شما در مورد شما و نمره که خواهید گرفت چه قضاوتی خواهد کرد تمرکز و مورد توجه قرار دادن مسائلی از این قبیل باعث ایجاد نگرانی و دلواپسی در زبان آموزان و دانش آموزان خواهد شد و استرس و نگرانی از عوامل منفی در یادگیری هستند و باعث افت شدیدی در کیفیت فراگیری خواهند شد. برعکس آرامش و راحتی خاطر کیفیت یادگیری رو تا چند برابر افزایش میده. اجازه بدید باز هم استناد کنیم به تحقیقاتی که استاد شماره یک زبانشناسی یعنی دکتر استیفن کراشن در این رابطه انجام دادند. بر پایه تحقیقاتی که دکتر استیفن کراشن انجام دادند، این نتیجه حاصل شده که نگرانی و استرس و عدم آرامش روانی یکی از عوامل اصلی کیفیت پایین آموزشی و شکست زبان آموزان است. روش این تحقیق به این ترتیب بوده که تعدادی از زبان آموزان زبان های مختلف انتخاب شدند و پس از تقسیم کردن این زبان آموزان به دو گروه و قرار دادن هر گروه در شرایطی متفاوت و متضاد همدیگه از لحاظ فشار روانی و وجود استرس در اونها پس از گذشت شش ماه آموزش دقیقا یکسان به هر دو گروه به این نتیجه رسیدند که زبان آموزان آرام و ریلکس که در آرامش و شرایطی فارغ از نگرانی و استرس بودند به مراتب بهتر از دسته دیگر که در شرایطی پر از نگرانی و پر از استرس بودند مطالب رو فرا گرفتند و به مطالب تسلط دارند بدین ترتیب که بهتر صحبت میکنند بهتر مینویسند بهتر میخونند و گوشهای تیزتری از نظر شنیداری دارند برعکس گروه زبان آموزان نگران عصبی و فاقد آرامش کافی خواندن و نوشتنی ضعیف و گرامری ضعیفتر و ناتوان در گوش کردن و صحبت کردن لحجه غیرقابل قبول و مطالبی که به اونها آموزش داده شده رو به خوبی فرا نگرفتند و یا نتوانستند که بر مطالب تسلط پیدا بکنند وجود نگرانی و استرس در زبان آموزان به جای پیشرفت و رسیدن به هدف اونها رو بیشتر آماده میکنه که شکست بخورند بیایید یک بار دیگه به دوران مدرسه برگردیم. آیا اون روشی که در بعضی از مدارس ما بر سر ما آمد و طبق اون روش به ما آموزش داده شد در ما ایجاد انگیزه و روحیه یادگیری میکرد و یا اینکه انگیزه و روحیه ما رو از بین می در حقیقت در بعضی از مدارس به دانش آموزان آموزش داده میشه که چگونه شکست بخورند و یا اینکه آموزش داده میشه چگونه میشه پر از استرس و عصبانیت بود و یا اینکه به جای استفاده از روش های صحیح ایجاد انگیزه در زبان آموزان اونا رو طوری بار میارن که بر روی یک سری از مسائل بیهوده تمرکز پیدا کنند که حاصل جز افت کیفیت فراگیری نخواهد داشت مثل نمره امتحان نظر شخصی معلم نظر اطرافیان در مورد خود زبان آموز نظر خانواده و غیره و غیره که در کیفیت یادگیری زبان آموزان تاثیر مثبتی که ندارند که هیچ بلکه اونا رو از هدف نهایی خودشون دور میکنه یکی از موضوعاتی که از این به بعد نباید به اون توجه داشته باشید و نباید با تمرکز به اون موضوع در خودتون ایجاد استرس بکنید گام ها و مراحل مختلف یادگیری تا رسیدن به هدف نهاییه به بیانی دیگر به جای تمرکز بر مراحلی که باید بگذرونید و موضوعات مختلفی که در راه رسیدن به هدف باید بخونید و تمرین کنید و بگذرونید همیشه به هدف نهایی تو فکر کنید و به هدف نهایی تمرکز کنید به عنوان مثال شما با خودتون فکر میکنید که وای خدای من برای مسلط شدن به زبان یا انگلیسی من باید هر روز چند ساعت مطالعه داشته باشم و یا اینکه با خودتون فکر میکنید من برای مسلط شدن به انگلیسی باید 20 هزار لغت یاد بگیرم و یا اینکه با خودتون فکر میکنید خدا یا به دادم برس من برای تسلط به زبان باید دو هزار یا سه هزار ساعت تمرین شنیداری داشته باشم این تفکرات که به ذهن شما میرسن همگی درست هستند درسته که شما مطالب بسیار زیادی رو باید یاد بگیرید اما تأثیری که این نوع تفکر بر ذهنیت شما داره چه تأثیریه؟ به احتمال قوی حاصلی جز ایجاد استرس در شما نداره و اینکه شما رو عصبانی خواهد کرد بیایید کمی منطقی و واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم اگر با آرامش و تیب خاطر میتوان فرا گرفت چرا با استرس و چرا با نگرانی این کار را انجام بدید؟ پس توجه داشته باشید به مراحل و گام های مختلف تا رسیدن به هدف تمرکز نکنید درسته که ما بایستی از این مراحل عبور کنیم اما لزومی نداره که به این گام های کوچک تمرکز کنیم به جای تمرکز بر این گام ها و مراحل و موضوعات مختلف به هدف نهایی تمرکز کنید و همواره هدف نهایی رو تو ذهنتون مرور کنید و خودتون رو در حالتی مجسم کنید که به اون هدف رسیده اید و مالک آن هدف هستید یکی از نکات دیگری که اصلا نباید به اون توجه کنید و نباید به اون تمرکز کنید اشکالات و مشکلات موجود در راه رسیدن به هدفه بسیاری از زبان آموزان هستند که همیشه به جای یادگیری و تمرکز بر نکات مثبت به مشکلات فکر میکنند و بر اشکالات خودشون تمرکز میکنند نکته ای که باید به اون دقت داشته باشید اینه که شما زبان آموز هستید زبان آموز و مواجه شدن یک زبان آموز با اشکالات و خطاها یه موضوع کاملا طبیعیه اصلا اشتباه و خطا در تمرین و سوالات با خود یادگیری همراهه اصلا باید دچار اشتباه بشید تا به نقاط ضعف خود پی ببرید و اونها رو رفع کنید همیشه توجه داشته باشید که شما فعلا زبان آموز هستید و زبانشناس نیستید پس اشکال داشتن و وجود مشکل در یادگیری طبیعیه با این وجود که حتی زبانشناسان و حتی انگلیسی زبانان نیز دچار اشتباه میشن مثل خودمون که در فارسی صحبت کردن و ممکنه دچار اشتباه بشیم پس طبیعی است که شمایی که علم کافی به انگلیسی ندارید با اشکالات مواجه بشید طبیعی است که در ابتدا بعضی از کلمات رو با تلفظ غلط بیان کنید یا دیکته کلمات را اشتباه بنویسید اما لزومی نداره که خودتون رو نگران این موضوع رو همیشه به خاطرتون داشته باشید که حتی یک انگلیسی زبان نیز ممکنه اشتباهی مثل اشتباه شما داشته باشه و یا حتی یک فارسی زبان دیکته یک کلمه رو اشتباه بنویسه و یا اشتباه بخونه اما مسئله مهم اینجاست درست است که شما دچار اشکال هستید و یا خواهید بود اما لزومی نداره که بر این اشکالات کم ارزش تمرکز بکنید به این دلیل که با تمرکز بر این مشکلات و نکات منفی رفته رفته انگیزه خودتون رو ضعیف و ضعیفتر خواهید کرد یکی از موضوعات دیگری که نباید به اون اهمیتی بدید و نباید به اون تمرکز کنید گذشته است اکثر زبان آموزان گذشته موفق و پرباری از یادگیری زبان و کلاس های زبان ندارند. اکثر اونا از کلاس های مدرسه و کلاس های زبانی که داشتن خاطرات خوشی ندارند و از مفید و مؤثر نبودن درس زبان و کلاس های زبان گلایه اگر از اونا و وضعیتشون در اون کلاس ها و سطح دانششون از زبان بپرسید قطعا ناراضی هستند. در حالی که 6 تا 8 سال درس زبان داشتن و درس انگلیسی داشتن علا رغم این موضوع در انگلیسی ناتوانند یا در اون زبانی که مطالعه کردن ناتوانند دوست عزیزم گذشته به تاریخ پیوسته است تغییری در گذشته نمیتوان ایجاد نمود پس با تمرکز بر تجربیات تلخ گذشته انگیزه یادگیری خودتون رو ضعیف نکنید لزومی هم نداره که بر تمرکز کنید همونطور که میدونید گذشته گذشته است و به تاریخ پیوسته است زمان حال را دریابید با شناخت و استفاده از زمان حال که فرصتی است در اختیار شما آینده را بسازید شما در گذشته میخواستید با یک روش اجباری که هیچ اختیاری در انتخاب اون روش نداشتید روش سنتی مبتنی بر گرامر و روش های خسته کننده قدیمی زبان یاد بگیرید روش هایی که حاصل جز خسته کردن شما نداشتند نشستن در کلاس های درس زبان مدرسه یا کلاس های زبان خارج از مدرسه بدون حرکت، بدون صحبت، روش های نمره بهور و روش های آزمون محور مطالعه کتاب های دستور زبان که معمولا این روش ها بر روی اکثر زبان آموزان بازدهی بالایی ندارند. البته بعضی از افراد با این روش ها نتیجه هم گرفتن اما نه بیشتر زبان آموزان تنها تعداد کمی از زبان آموزان از روش های سنتی نتیجه گرفتند. اما مجده که امروز و از این به بعد شما در یک وضعیت متفاوتی از فراگیری قرار دارید شما از یک روش اختیاری که بر پایه تحقیقات علمی بنا شده و خودتون اون رو انتخاب کردید میخواید به انگلیسی یا هر زبان دیگری مسلط شوید اکنون شما وضعیتی کاملا متفاوت با گذشته دارید خود شما نیز با گذشتهتان فرق کردید حال ببینیم باید با تمرکز و تفکر بر چه مسائلی انرژی بگیریم و با افزایش انرژی بازدهی یادگیریمون و سرعت یادگیریمون رو بالا ببریم اولین نکته ای که همواره باید در ذهن داشته باشیم و به جای تمرکز بر گام‌های های کوچک باید بر اون موضوع تمرکز بکنیم هدف نهایی ماست یکی از راه هایی که میتونه همواره هدف نهایی شما رو در ذهن شما تدایی کنه اینه که همیشه خودتون رو در حالتی مجسم کنید که به اون هدف رسیده اید به عنوان مثال خودتون رو توی حالتی مجسم کنید که در حال صحبت با یه انگلیسی زبان هستید و حسی که دارید حسی همراه با غرور و اعتماد به نفس اعتماد به نفسی کامل با لحجه عالی و روان و با لبخندی زیبا بر لبانتون و از توانمندی خودتون به وجد میایید خودتون رو در حالت پرقدرت و پراعتماد اعتماد در انگلیسی تجسم کنید که انگلیسی رو بدون زحمت و بدون فکر کردن به راحتی حرف میزنید یادتون باشه هر روز باید خودتون رو اینگونه مجسم کنید و خودتون رو تون اون حالت ببینید تجسم کردن خودتون در حالت یاد شده دوتا تا مزیت داره اولا اینکه انگیزه خودتون رو برای رسیدن به اون هدف و اون وضعیت تقویت کردید و دوم اینکه با مشخص کردن یک هدف در ذهن خودتون زمیر ناخودآگاه شما چاره ای ندارد جز اینکه شما را به اون هدف برساند اصلا یکی از وظیفه های زمیر ناخودآگاه انسان این است که انسان را به هدفهایش برساند نکته بعدی که به جای مراحل و مشکلات و گام های کوچک باید به اون تمرکز کنید دلیل اصلی شما برای یادگیری زبانه درسته که شما میخواید به انگلیسی مسلط بشید یا هر زبانی که دنبالش هستید درسته که میخواید در آزمون تافل یا آیلز یا هر آزمون دیگه ای نمره خوبی کسب کنید اما توجه داشته باشید همونطور که گفته شد تمرکز بر آزمون و امتحان نتیجه جز ایجاد حراس و استرس نداره پس لزومی نداره که بر گرفتن نمره خوب در تافل یا آیلز یا آزمون خاص خودتون تمرکز کنید از اونجایی که گرفتن نمره خوب در تافل یا آیلز اهداف میان راهی شما هستند پس نمیتونن هدف های باشند. سازی باشن. پس به جای تمرکز به این موضوعات به دلیل اصلی یادگیری زبان تمرکز کنید به خودتون بگید هدف من از یادگیری انگلیسی یا زبان بالاتر از این حرف است و همینطور هم هست بله شما نیاز دارید که در آزمون تافل یا آیلز یا هر آزمون دیگه نمره خوبی بگیرید اما چرا؟ هدف هر کس متفاوته مثلا ادامه تحصیل در یک کشور انگلیسی زبان در یک دانشگاه عالی رتبه یا به دست آوردن یک شغل با درآمد بسیار عالی در یک شرکت بین المللی که لازمش تسلط بر زبانه و یا ارائه مقالات علمی از ره گذر تسلط بر زبان و یا پیدا کردن دوستان جدید انگلیسی زبان و یا سفر به یک کشور خارجی بدون نیاز به مترجم و راهنما و یا زندگی در یک کشور انگلیسی زبان و یا هزاران دلیلی که برای هر شخص متفاوته دلیل اصلی خودتون رو از فراگیری زبان رو بیابید و به دلیل اصلی یادگیری انگلیسی بیاندیشید یا زبان مورد نظرتون که در شما حس خوبی ایجاد خواهد کرد و شما را تشویق به یادگیری بیشتر و بیشتر با سرعت بالا خواهد نمود پس مراقب باشید که به آزمون و تست و مسائل منفی و بیارزش تمرکز نکنید نکته دیگری که باید در اینجا به اون توجه داشته باشید اینه که ذهن و حافظه انسان فراموشکاره و تکنیک ساده ای که میتونید برای القای اهدافتون و جبران و مقابله با فراموشکاری حافظتون میتونید به کار بگیرید درست کردن یک لیست از اهدافتون و چسبوندن اون لیست در جلوی مسیر دیدتونه یک لیست از اهدافتون درست بکنید و به خط خوش و درشت بنویسید و اهداف عالی رو در اون جا بدید و در معرض دید خودتون قرار بدید جاهایی مثل کیس کامپیوترتون یا اتاقتون یا آینه اتاقتون یا هر جا که هر روز در مسیر دید شماست بچسبونید حتی با نخوندن اون اهداف تنها با گذشتن اون اهداف از جلوی چشم شما ذهن و زمیر ناخودآگاه شما اهداف رو باری دیگر خونده و اونها رو مرور کرده و باز هم خود رو مجاب خواهد کرد و متحد خواهد کرد شما رو به اون اهداف برسونه مطالب و تکنیکایی که در این درس ارائه شد مطالبی است و تکنیکایی است که باعث خواهد شد انگیزه شما بالا بره و به حد عالی خودش برسه های بسیار ساده ای که پیروی از اونها واقعا انگیزه شما را بالا خواهد برد و از نکاتی که باعث ضعیف شدن انگیزه شما خواهد بود جلوگیری خواهد کرد بد نیست بدونید که یکی از دلایل اصلی که یک کودک به راحتی صحبت کردن رو فرا میگیره وجود انگیزه بسیار بالای فراگیری در کودک امیدوارم با تکنیک های ساده ای که در این درس گفته شد به انگیزه بسیار بالایی در فراگیری دست پیدا بکنید. شادکام و پیروز باشید.